الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تبارك وتعالى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق ربنا الكريم عزيزان جرامي بازم الله تعالى سيباس كمارة در سلسلة برنامه هاي اسلام توفیق توفيق متى در خدمة شما خبان قرار بگیریم درباره خانواده ها خیلی صحبت کردیم در باره چگونگی توجیه فرزندان امروز یک موضوع را بحث خواهیم کرد که اکثر پدران در این موضوع و اکثر رئیس و قیم خانواده ها در این موضوع اشتباهات خیلی بزرگ را مرتکب می شوند این موضوع ما شما مجازات فرزندان است در صورت تخلف فرزند از دستورات قیم خانواده در صورت بیپروایی فرزند چی فرزند کوچک باشه بزرگ باشه یک پدر چی گونه باید فرزند خود را مجازات بکنه وقتی حرف و سخن از مجازات میزنیم منظور ما از تمام مجازات هاست چی مصرف ندادن پول جیب فرزند باشه چی ممنوع شدن فرزند به مهمانی رفتن باشه چی محرومیت فرزند از چیزهایی که دوست دارن فقط تنها و تنها هدف ما کتک و لاتکوب فرزند نیست که لاتکوب فرزند شوه در اسلام فرزند را لاتکوب کردن هیچ جایز نیست در قانون رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین چیزی هیچ وجود نداشت در حدیث شریف آمده که پیامبر سلام هرگز کدام طفل یا کدام زنی را نزده ما دارا رسول الله صلی الله علیه و سلم غلاما ولا امراه قط رسول الله صلی الله علیه و هرگز و هیچ وقتی هیچ زنی را و هیچ غلامی را هیچ بچه‌ای را کودک را کتک نزده یعنی در قانون اسلام در چارچوب و چار اطراف اسلام در هیچ جایش کوتک زدن و ولاتکوب فرزند زن و طفل وجود نداره پس کسایی که بر فرزند خود لاتکوب را تحمیل میکنن اونها سخت دچار اشتباه میشوند و از نام اسلام سوء استفاده میکنن پس چگونه رفتار بکنیم یک چیز را فراموش نکنیم پدرها و مادرهایی که همیشه فرزندان خود را کوتک میزنند این فرزندان مجبور و مکلف به اطاعت از پدرشان از روی ترس می شود نه از روی احترام وقتی که پدرشان موجود باشه مثلا پدر فرزند خود را به خاطر تدریس و درس خواندن لاتوکوب میکنه که باید فرزندش درس بخوانه. پس این فرزند در موجودیت پدر درس میخونه ولی در غیاب پدر به درس پشت میکنه در موجودیت مادر به همسایه ها احترام میکنه ولی در نبود مادر همسایه ها را اذیت از آزار کند چون ای احترام کردن به همسایه و خواندن درس به بالاش تحمیل شده یگانه چیزی که رابطه میان قلوب پدر مادر و فرزندان را از هم میگسسته می مشکنانه او فقط لتوکوب میان پدر و مادر است لتوکوب پدر و مادر فرزندان است فرزندان خود را لاتکوب میکنند و رابطه عاطفی که میان قلوب پدر و مادر و فرزندان وجود داره ل... رابطه از بین می روه. پس وقتی که لاتکوب نکنیم چه راه روش را بر پیش بگیریم که مؤثر تمام شود و مفید واقع شود بیاین که چند مثال از زندگی رسول الله صلی الله را در قبال اشتباهات و و خطاهای افراد بیان بکنیم تا اینکه مثال ها خوب بیان شو و خوب موضوع و مسئله را درک و تفکیک بکنیم اولین مثال یا به عنوان بدیل بگیم اولین بدیل به جای کردن اولین بدیل و اولین جاگزین عفو مثبت است وقتی که فرزند دچار مشکل میشه دچار خطا میشه دچار اشتباه میشه مثبت عفوش بکو چگونه زین العابدین نواسه حضرت علی کرم الله وجهه هست زین العابدین پسر حسین پسر علی ای یک وقت ظرف را از کنیز خود از غلام خود میتلبه که بیار بالای دستای ما آب بیانداز کنیزش دخترک هست عالمه هست و فهیمه دین است. وقتی که آب را میاره بالای دستای زین العابدین میان آب جوش می باشه زین العابدین خیلی خشم میشه قهر میشه این کنیز عالمه دین هست در ادامه در ادامه خشم ارباب می که والکاظ من الغیظ و بهترین شخصیت ها نزد الله متعال محبوب ترین شخصیت ها نزد الله متعال کسانی هستند که خشم خود را فرو میبرند زین العابدین اونها افرادی بودند که با حرف حرف قرآن زندگی خود را میخواستم مسابقت بدنا و چون این هم میکردن وقتی که میشنه اول که زمین الغیض خشم خود را فرو میبره کنیزک میبینه که خشم فرو برد در ادامه میفرمه اول عن الناس مردم را عفو میکنن مردمان خوب دوستان الله متعال مردم را عفو میکنن زین العابدین رحمه الله میگه که ای کنیز بخشید اومد ای کنیزک در ادامه میفرمه که والله يحب المحسنین الله متعال نیک را دوست داره زین العابدین برش میگه هم دستای سوخت هم خشم خدا فرو برد هم عفوش کرد و هم در جواب والله یحب المحسنین برش میگه که نیز برو که تو آزاد استی اگر فرزند ما دچار چنین خطایی شوه پدر ما اولین راه حل را لتکو با کتک میدانند در حالی که در اسلام لتکو با کتک جا نداره بر نرمی میشه برش بفهمونی رسول الله صلی الله علیه و آله که این يحب الله رفیق یحب الرفقه الله متعال نرم است و نرمی را دوست داره ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف به نرمی چیزهایی را میته که به سختی نمیته وقتی که میخوای فرزند اصلاح شو در خانه خرابی نکنه در دیوارت را نشکنه و خراب و تخریب نکنه پس به نرمی از او خواهش بکو فرزندم چون این کار تو اشتباه است وقتی که درس این مرتکب اشتباه بزرگ میشوی به نرمی از او خواهش بکو به نرمی چیزهایی حاصل میشوه که به سختی هرگز حاصل نمیشوه بدیل دوم روی احساساتت همیشه تاکید بکو با جای از اینکه فرزند ترکوتک بزنی روی احساسات خود تاکید بکو مثلا اگر فرزندت اشتباه کرد دروغ گفت مرتکب دروغ گفتن شد بر ازو تلقین بکو که حتما در تربیه ما کدام جا مشکل داشت که تو چنین مشکل را مرتکب شدی چنین اشتباه را مرتکب شدی این فرزند که جوان باشه هوشیار و عقل باشه این سخن هایی که تو به احساسات تو را کنترل میکنی همه سخن تو به قلب زور و قلب از روی تسخیر میکنه و او مجبور و مکلف به این است که از تو اطاعت بکنه بلکه از روی احترام و از روی شوق و علاقه از توی اطاعت میکنه و هرگز به تو دروغ نمیگه یگانه چیزی که فرزندان ما و شما امروز دوچار اشتباهات میشن و دوچار دروغی میشن همیشه در زبانشون دروغ است هدف اصلی پدرا تربیه فرزند باید باشه بعضی اوقات در دروازه بعضی کسا که تک تک میشوه بر فرزند خودیات میدن که برو بگو خانه پدر من نیست فرزند باز فرزندر از کودي بر دروغ اموزش مته بوت فرزند بزردروغ ملامت مسزن تحر و تهددمدروغفت در حال منشه و مبدا زنديت بر دروغ بناد نهاده از همنجا بد ازرو احساساتت فرزند نترول بني و اور تربه درست و ن و سالم و مفد بن چیزی یک آیه ای قرآن کریم را همیشه در باب دعوت استفاده کردیم که الله متعال درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ولو کنت فظلا غلیظ القلب لانفضوا من حولك چه خوب است که درباره در قالب دعوت خو همیشه استفاده کردیم در قالب دعوت خوب جور میآید به خاطر دعوت هست که ای پیامبر صلی الله علیه و ولو كنت اگر تو باشی فظا دهن غلیظ القلب سخت دل باشی لانفضوا من حولك ای اصحابی که در چهار اطراف تو نشستن پراکنده میشوند ای در چارچوکات دعوت خوب جور میه بهترین آیه قرآن کریم از در چارچوکات دعوت ولی که اگر همین آیه مبارکه را در چارچوکات خانواده جاگزین بکنیم خیلی اساس میه چگونه؟ مثلا یک پدر دهن است، فحاش است همیشه افراد خود را تفلک خود را، اطفال خود را، خانواده خود را مورد شکنجه و قرار میده پس پدر از این اطفال خود انتظار خوب و نیک نداشته باشد چرا؟ لنفضو من حوله از چهار اطرافش پراکنده میشن ضرور پراکنده میشن توسط بددهنی وقتی که پدر با خانواده خود با اطفال خود رحم دل باشه اونها را کتک نزنه در قبال اشتباهشون در قبال خطایشون با اونها به طریقه صفا و شفاف رفتار بکنه و اونها را دعوت بکنه بفهمانشون از احساسات عاطفی خود کار بگیره عاطفه به خاطر چی هست خب به خاطر این است که نرمی و عطفت را به نمایش بگذاری که فرزندت از تو الگو برداری بکنه پس وقتی که فرزندت را نمیخوای دروغگو باشه از احساساتت کار بگی و او با الفاظ با او با الفاظ نیک و خوب رفتار بکو پس از او از این فرزندت یک نتیجه خوب و مثمر خواهی گرفت بدیل دل سوم تشویق برای موفقیت ها هست وقتی که فرزندت تنبل هست درس نمیخونه فرزندت کمی بی هست بی است فقط تشویق برای موفقیت هایش چگونه تشویق بکنیم بیاین که مثال از امام مالک رحمه الله بیان بکنیم امام مالک رحمه الله می فرماید که من کودک هفت ساله بودم خیلی به شعر و شاعری شب علاقه داشتم همیشه دوست داشتم شاعر باشم همیشه دوست داشتم در همه جا شعر بخوانم به مادر خود گفتم مادر جان ما دوست دارم شاعر شوم به من چی نصیحت و توصیه داری امام مالک میگه مادرم به من گفت که عزیز من پسر مقبولم شعر و شاعری صدای خوب و شفاف و رسا داره کار داره که تو باید صدای خوب شفاف رسا داشته باشی تا مردم را خوششان بیاد جذاب باشه صدای تا جلب توجه مردم کنه میگه تو صدای خوب نداری پس بر تو شعر شاعری نمیخونه میگه من دوست داری که ما برای یک مشوره نیک بتم که تو را عزت در دنیا و آخرت نصیب بکنه میگه گفتم مادر جان تو به ما چی وصیت میکنی چی نصیحت داری میگه مادرم رفت از بازار برای من چپن و عموما دستار خرید آورد در بدن ما کرد و دستار دستار ما گذاشت گفت برو پیش سال تا درس بخوانی پیش رابیع رحمه الله برو تا درس بخوانی این درس خواندن تو را در دنیا و آخرت من و با و با شخصیت می سازد میگه واقعا تشویق های مادر من ما بود که من چنین جایگاهی هستم پس وقتی که اطفالتان در خانواده تان کم شوخ طبیعت است کم لجباز است کم بی است کم بی و گستاخ است راه درست کردن از تشویق و موفقیت است تشویقش چگونه مثلا اطفال ما همیشه در خانه های ما از کاغذ ها میگرن گودگک ها میسازن بعضی کشتی کاغذی میسازن گل کاغذی میسازن دیگ کاغذی میسازن این چیزهای کاغذی ساختن یک استعداد خاص است که اونها دارن اگر این استعدادشان ازشون بگیری و اونها را از این ساختن کاغذها متنفر بسازی او استعدادش در حقت زوب ساختی استعدادش از بین بردی او استعداد ذاتی داره که توسط کاغذ میتونه اشکال هندسی رو بروز بده اشکال هندسی رو به انواع مختلف ترسیم بکنه پس وقتی که توی کاغذ از پیشش میگیری و ممنوعش میشه تا مبادا خانه ما چرک نشه خانه ما کثیف و چتل نشه به صورت استعداد از رو زوب میکنی استعدادش حذف میکنه از بین میبری او از انتظار خوب نداشته باش پس وقتی که یک طفل تو در موبایل خوب دسترسی داره بگذار در موبایل دسترسی داشته باشه در آینده او یک بهترین انجینیر تربیه میشه اگر یک طفل تو زبان خوب داره در این تشویقش بک در زبانش بهترین سخنور در آینده تش تربیه میشه ولی که در قبال کسیف کردن خانه در با کاغذ با کتابچه با قلم او را توهین نکو تحقیر نکو کتکش نزن اذیتش نکو بگذار که با چند کاغذ استعداد خود را به نمایش بگذاره وقتی که استعداد به نمایش گذاشت بهترین فرزند تو تربیت کردی مادرها همیشه و اکثر عادت به دارن که فرزندای خود نه کاغذ که کاغذ دری خونه تیت بکنه و پراکنده بکنه در حالی که اگر خواهر خوندهش یک هفته قبل از آمدن خواهرخوانده و یک هفته بعدش خانه را صفاکاری و پاکاری میکنه چرا خواهرخوانده خونده ما آمد و رفت در حالی که فرزندت نسبت به خواهر تو خیلی بارزش است خیلی اهمیت زیاد داره آینده ازی ای در دست تو است وقتی که تو استعداد این ای را تخریب بکنی پس ازی چی خواهد جور شد در این مورد مورد سرزنش نیست که این سرزنش شود مورد تشویق از جای تشویق از باید تشویق فرزند بدیل چهارم شرکت در اصلاح اشتباهات است باید بعضی اوقات اصلاح اشتباهات فرزندان اصلاح شود چگونه مثلا یک فرزند شیشه موتر را میده میکنه پدر به فرزند خود تلقین بکنه بفهمانه به فرزند فرزند عزیزم شیشه معده کردن کار خوب نیست نادرست است در بیرون وقتی که میبری آب و گرد و خاک آلوده وارد موتر میشه تو مریض میشوی چون این چیزهای نیک و مفید را به فرزند خود یاد بده پول در به فرزند خود بگذاره بگه فرزندم بیا که بریم یک جا موتر را تعمیر بکنیم و دوباره مرتکب از اشتباه نشو چنین چیزها به نفع شما است به نفع فرزندان شما است به نفع خانواده شما است به نفع جامعه ما است وقتی که فرزند تو اسلام باشه فرزند ما اسلام باشه جامعه ما اسلام میشه زندگی تو به طبق خواستار تو ترمیم میشه قسمی که تو بخوای زندگی را بسازی به همون شکل فرزندت تا باید تربیه بکنی به جامعه تقدیم بکنی تا او دو سر زندگی تو ساخته میشه سموره بن جندوب و رافع بن خدایج رضی الله عنهما دو تن از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله کودک ضعیف ناتوان وقتی که رسول الله صلی الله علیه و به طرف غزای بدر حرکت میکنه میگه اطفال با ما به غزای بدر اشتراک نکنن این دو شخصیت را که نام گرفتم سموره بن جندوب و رافع بن خدایج رضی الله عنهما دو تن هستند که 14 و 13 ساله هستند 12 ساله هستند حرکت میکنه پوت پنهان با اصحاب رسول الله علیه, علیه و آله به طرف غزای بدر میخوان در جهاد اشتراک بکنن در موقعیت بدر که میرسن رسول الله صلی الله علیه و متوجه میشه که این دو شخصیت هم به جهاد تشریف آوردن هر دو را میخواهد نمیخواهد که اینجا مردانگی و شجاعت و غیرتشان را بشکنند بلکه اینها را تشویق میکنند میگه کدام یکی از شما در تیراندازی خوب ماهر است رافع بن خدیج میگه یا رسول الله من ماهر هستم همین سخنش تمام میشه سموره جندب میگه که یا رسول الله ما خو بالای رافی زور استم میره در کشتی چپا میکنم مرا میجازه بده در جهاد اشتراک بکنم رسول الله صلی الله علیه و هر دو را کشتی میاندازه میبینه که واقعا سموره رافع را چپا میکنه در کشتی بالای زور است هر دو را اجازه در جهاد میده که شما در جهاد اشتراک بکنین یعنی اشتباهات چون رسول الله صلی الله علیه و آله خودشان تصحیح میکنه میفهمه که اینها توانایی جسمی دارن توانایی ایمانیشان آن قرار بود که اینها را مانع شد که در جهاد اشتراک نکنن آمد موارد جهاد شدن ولی کن پیامبر صلی الله علیه طرف متوجه شخصیت اینها متوجه غیرت اینها متوجه جرأت و شجاعت اینها هست و من که مردانگی اینها از هم بشکنه و اینها را اجازه میده تا که در غزوه اشتراک بکنه میتونه اس پیامبر صلی الله علیه و آله بزنه سرزنششون بکنه پس برشان بگردانه به مدینه ولی کن چنین کار نکرد میخواست اشتباهشان را همراه خودشان تصحیح بکنه و اصلاح شوند بدیل پنجم ملاقات های خصوصی است پدر عزیز مادر عزیز وقتی که فرزند دو چار اشتباه میشه، او ورا پیشی خواهر برادرش پیشی دوستایش توهین تحقیر نکو یک اونا چیزی که او را میشکنانه توهین تحقیر پیشی دوستایش، پیشی خواهر برادرش پیشی کاکا و همهایش است پیشی خاله و مامایش است او را توهین تحقیر نکو همیشه دیدی فرزندت مرتکب یک اشتباه شد در مجلس دعوا کرد کسی را دوست داد. پیشی همه او را سرزنش نکو گوشش بکو همراهش ملاقات بکو و او در تنهایی بفهمون که فرزند عزیزم چنین کار تو اشتباه است و چنین اشتباه را دوباره تکرار نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر اصحاب خود را چنین وعظ و نصیحت میکرد مثل عمر رضی الله عنه مثل عبدالله ابن عمر مثل معاذ بن جبل اینها را همیشه گوشه میکرد حتی از مدینه منوره بیرونشان می در اطراف مدینه اونها را نصیحت میکرد حتی یک بار ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها را آورد و همراهش ملاقات های خصوصی داشت پدر عزیز ای فرزند تو از ای به مجازات های کوتکی ضرورت نداره ای به اخلاق نرمی و عاطفه ضرورت داره تا ای که او اصلاح شود از رسول الله صلی الله علیه و سلم درس بگیریم تشکر از اینکه با ایدم با ما همراه بودین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته